درود به هم میهنان عزیز، امروز پنجشنبه 22 آبان با خلاصه اخبار و تودی در خدمت شما هستم. خسرو کریمزاده قاضی کهگیلویه و بویراحمد و قاضی دیوان عدالت اداری و عامل زندان و اعدام تعداد زیادی از مخالفان و مبارزان سیاسی بر اثر تیراندازی افراد ناشناس جلوی منزل خود در ورامین به هلاکت رسید. دفتر مدیریت و بودجه ایالات متحده در حال آماده سازی ارائه درخواست بودجه 2021 دولت دونالد ترامپ برای سال مالی آینده است. نشریه پولیتیکو متمایل به دموکرات‌ها نوشته این اقدام از نشانه عدم پذیرش پیروزی رئیس جمهور منتخب بایدن توسط کاخ سفید است. کلی کرف نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد با انتقاد از شورای حقوق بشر آن سازمان گفت که آن شورا به پناهگاهی برای حکومت‌های تبدیل شده است که نقض حقوق بشر خود را مخفی می‌کنند. مایک پومپئو عنوان کرد ما در سیاست خارجیمان از انتقال سفارتمان به اورشلیم گرفته تا کشتن قاسم سلیمانی و کاهش تهدید ایران واقع‌گرایانه عمل کردیم. صدر اعظم اتریش روز چهارشنبه 11 نوامبر گفت کشورش اسلام سیاسی را به عنوان یک جرم جنایی جدید در قوانین جنایی اضافه خواهد کرد و افزود اتریش همه افرادی که زمینه مناسب برای تروریسم فراهم می‌کنند را تعقیب خواهد کرد حتی اگر آنها تروریست نباشند. دادگاه انقلاب تهران مرجان اسحاقی فعال دانشجوی دانشگاه تهران را در ارتباط با پرونده اعتراضات سراسری و غیاب آبان ماه سال گذشته به تحمل مجموعاً 5 سال حبس محکوم کرد. حسن تردست قاضی سابق قوه قضاییه که صدور بیش از 800 حکم اعدام و احکام مجازات‌های خشن از جمله ریحانه جباری را در پرونده خود دارد به آلمان گریخت.